پافشاری سرپرست یونما بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان، اعدام یک شهروند افغان در ایران، واکنش شورای امنیت به انفجار هرات، مبارزه با تهدیدهای امنیتی نیازمند اقدام جهانی می باشد و همچنان در پایان خبری که با شنیدنش مست می شوید. مشروع خبرها سرپرست یونما بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرد. مارکس پوتزل سرپرست دفتر ممنیت سازمان ملل متحد در افغانستان بر همشمول بودن کابینه حکومت سرپرست تاکید می‌ورزد. پوتزل در گفتگو با تولونیوز گفت که حکومت سرپرست برای به رسمیت شناخته شدن نخست به مشروعیت داخلی نیاز دارد. مارکس پوتزل گفته است که بیش از همه لازم است که حکومت مشروعیت داخلی افغانستان داشته باشد، یعنی به عنوان انتخابات، به عنوان رفراندوم، به عنوان لوی جرگه، یعنی مردم باید رأی بدهند. مارکس پوتزل افزود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان خیلی ضعیف است و دشوار. سرپرست یونما در این گفتگو به موضوع نبود قانون اساسی نیز اشاره می کند و حکومت سرپرست را به بی‌برنامگی در کار رسیدگی به چالش‌های کنونی متهم می سازد. وای می گوید که ما می بینیم که هیچ برنامه وجود ندارد و هم قانون اساسی در جان است و قوانین دیگر وجود ندارد. قانون اساسی شرایط مهم برای بازسازی اقتصاد است. در همین حال مقام های کابینه سرپرست طالبان کابینه خود را همه شمول می خوانند. اعدام یک شهروند افغان در ایران. یک شهروند 21 ساله افغان به اتهام کشتن یک تن با ضرب چاقو که در زندان قم زندانی بود اعدام شد. بر بنیاد گزارش ها این فرد محمد حسین علیزاده نام داشته است. او در سال 1396 بازداشت شده بود و اکنون در 21 سالگی اعدام شده است. علیزاده قبلا به جرم خود اعتراف کرده و گفته بود چاقو از او نبود و در جریان جنگ او شراب نوشیده بود. در همین حال گفته می شود که دو شهروند بلوچ نیز روز گذشته شنبه 12 اسفند در زندان زاهدان اعدام شده است. این خبر در حال منتشر می شود که آمار اعدام ها در ایران در سال جاری افزایش یافته است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی کم از کم 251 نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد دو برابر آمار مدت مشابه در سال گذشته است. سازمان حقوق بشر ایران می گوید که 67 نفر از اعدام شدگان شهروندان بلوچ بودند. واکنش شورای امنیت به انفجار هرات، مبارزه با تهدیدهای امنیتی نیازمند اقدام جهانی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن حمله بر مسجد گذرگاه هرات بر مبارزه کشورها با تهدیدات بین المللی تاکید کرده و از همه کشورهای جهان خواسته تا مطابق تعهدات خود تحت قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت به طور فعال در این زمینه همکاری کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه 13 اسفند با نشر اعلامیه نسبت به ادامه حملات تروریستی علیه غیر نظامیان واکنش نشان داده و آن را غیر قابل توجیه خوانده. خبرهایی که با شنیدنش مست می شوید. جبهه آزادی افغانستان: 6 عضو طالبان را در کاپیسا کشتیم. جبهه آزادی افغانستان گفت به نیروهای این جبهه آسیب نرسیده است. اندپندنت فورسی. جبهه آزادی با انتشار بیانیه ای گفت نیروهای این جبهه به یکی از بازگاه‌های طالبان در ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا در نایه موسوم به پل میرویس کاریزی حمله کردند و در جریان این درگیری 6 عضو طالبان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه جبهه آزادی افغانستان آمده است که نیروهای این جبهه در روزهای اخیر با طالبان در ولسوالی سالنگ جنوبی ولایت پروان و همچنین در بخش‌های از بغلان نیز درگیر شدند. نیروهای این جبهه به یک قرارگاه طالبان در سالنگ جنوبی حمله کردند و یک فرمانده و دو جنگجوی طالبان در نتیجه این درگیری زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان را چند تن از جنرال‌های ارتش دولت پیشین افغانستان تأسیس کردند و نیروهای این جبهه نزدیک به 8 ماه از کلای طالبان می جنگند. تمرکز این نیروها بر حمله‌های چریکی به شهرها و روستاهاست و به جز چند پایگاه ثابت در کوهستان‌های اندراب در دیگر شهرها پایگاه ثابت ندارند. دفتر رسانه‌های جبهه آزادی افغانستان از جریان درگیری در کاپیسا ویدئویی برای رسانه‌ها ارسال کرده که نشان می‌دهد با دوربین دید در شب ضبط شده است. در این ویدیو دیده می‌شود که دو طرف از سلاح‌های سبک سنگین علیه یکدیگر استفاده می‌کنند. شماره 2، درگیری تخار، 6 طالب کشته شدند.
منابع ملی در اولسوالی و سرج ولایت تخار از درگیری طالبان و جبهه مقاومت خبر می‌دهند و می‌گویند که در این درگیری به دو طرف تلفات وارد شده است. با گزارش اسپوتنیک، یک منبع معتبر بر روزنامه 8 صبح می‌گوید که طالبان بر پاسگاه نیروهای جبهه مقاومت در روستای حوضه یخنان و سرج حمله کردند. با گفته منبع، این درگیری شامگاه روز شنبه یعنی 12 سنبله پایان یافته و در نتیجه 6 نفر از طالبان و 2 نفر از اعضای جبهه مقاومت کشته شدند. منبع افزود که طالبان طی روزهای اخیر از شهر طالقان مرکز ولایت تخار به ولسوالی ورسج نیرو اعزام کردند. طالبان تاکنون درباره چیزی نمیگویند. جبهه مقاومت میگوید که این جریان نظامی با 3 از نیرو در 5 ولایت از جمله تخار حضور دارند. طالبان اما میگویند که جبهه‌ای در روی زمین وجود ندارد. پیش از این جبهه مقاومت با نشر گزارش سالانه خود مدعی شد که در یک سال اخیر نیروهای این جبهه 715 عضو طالبان را کشتند و به گفته جبهه مقاومت 121 عضو این جریان نظامی نیز توسط طالبان در یک سال گذشته کشته شدند. جمعه خونین هرات، جان باختگانی که از تکه های بدنشان شناسایی شدند. شهر هرات در غرب کشور دو روز پیش گواه انفجار نیرومندی بود، انفجاری که در داخل مسجد جامعه گذرگاه رخ داد و ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. این شهر در هیچ دوره‌ای همچون جمعه خونین را تجربه نکرده است، هرچند در این حادثه مولوی مجیب الرحمن انصاری هدف بوده، اما خون ده ها شهروند این ولایت ریخته شد. طالبان اعلام کردند که در این حادثه 18 تن به شمول مولوی انصاری کشته شده و 23 دیگر نیز زخمی شده است. این آمار ابتدایی طالبان بود و دیگر هیچ آماری از سوی این گروه ارائه نشد. شفاخانه حوضوی هرات محل انتقال قربانیان این حادثه است. شاهدان عینی میگویند که پس از انفجار ده ها جسد و زخمی را به چشم دیدند. به گفته آنان آمبولانس های مملو از قربانیان به این شفاخانه منتقل می شدند و دکتران از این وضعیت شوکه شده بودند. یکی از دکتران شفاخانه حوضوی را دیروز شنبه 12 اسد در صحبت با روزنامه 8 صبح گفته بود که هیچگاه شاهد چنین وضعیت نبوده است. او میگوید که زخمیانی که در ابتدا به این شفاخانه منتقل شدند در هر چند دقیقه بین 4 تا 5 تن آنان جان میدادند و به سردخانه منتقل میشدند. او آمار تلفات انفجار روز جمعه را بلند میخواند و از کدمان حقایق توسط طالبان سخن میگوید. در همین حال منابع دیگر در شفاخانه حوضوی هرات می‌افزاید که بیش از 55 تا 60 جسد را به سردخانه این شفاخانه منتقل کردند. به سخن او آمار قربانیان لحظه به لحظه در حال تغییر بوده است. او اضافه می‌کند که از روز جمعه تا کنون یعنی شنبه 12 اسد نزدیک به 20 تن از زخمیان این انفجار جان باخته و بیش از بخش‌های مختلف شفاخانه به سردخانه منتقل شدند. منابع تأکید می‌کند که از حادثه روز جمعه بیش از 90 زخمی در شفاخانه حوضوی تحت تداوی قرار دارند. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما.